عرض ادب خدمت یکایک دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه، روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و دیگه از الان بعد شب خوب و آرومی رو هم کنار خانواده سپری کنید. از این شبتون یه ساعت و نیم دو ساعتش قراره ایشالله با هم باشیم. خب یه توضیحات اولیه بدم. حالا یه تعداد از دوستان که بچه های کلاس خودمونن با همه شرایط آشناهن، احیانا اگر دوستی هستش که تو کلاس خودمون نیست، بچه ها میتونید چت هم داشته باشید. پایین صفحه که الان من رو میبینید، پایینش سمت چپ میتونید وارد گفتگو بشید. من از طریق تبلت هم میبینم چت هاتون رو. حالا سوالی چیزی پرسیدید، حالا تایم داشته باشیم سعی میکنم جواب بدم، ولی خب حالا تایممون خیلی محدوده دیگه. برنامه اینه که سه فصل اول کتابتون رو امروز از هر فصلی 3-4 تا سوالی حل بکنیم. فصل چهارم هم ایشالله اگر تایم داشته باشیم یه 2-3 تا سوالی هم از اون حل بکنیم دیگه، بستگی به تایممونه دیگه. تایممون تا هول و هوش هم مثلا همون 8:20 دقیقه است. بریم ببینیم به قول معروف چجوری میشه اگه موافقید. عرض کنم خدمتتون که بچه‌ها سوالا رو داریم. فصل اول سوال 1، این سوالا رو بنویسید، هر سوال که میاد سوال رو بنویسید، بعد با هم حلش کنیم. اوکی، پس یه ورقی چیزی کنار دستتون باشه. الان اگه دوست دارید اسکرین شات میگیرید، مینویسید، هر کاری میکنید این سوال رو داشته باشید. میگه در یک کلاس 40 نفری 22 نفر طرفدار تیم A، 16 نفر طرفدار تیم B هستند و 6 نفر طرفدار هیچ تیمی نیستند. چند نفر طرفدار هر دو تیم هستند؟ من یه چند ثانیه که ثبت میکنم، برای که اگه سوال کسی میخواد بنویسه بعد شروع کنیم. احیانا بچه ها اگر کسی پایین صفحه سمت چپ قسمت چت رو پیدا نکرد، میتونه از صفحه بره بیرون دوباره برگرده، در واقع یه ریفرشی کرده باشه بره بیرون دوباره برگرده، ایشالله که درست میشه. خب بریم. عرض کنم خدمتتون که شروع کنیم حل کردن، چون تایممون محدوده خیلی دیگه نمیتونیم چیز کنیم. چی کار میخواستم بکنم؟ آها، همونطوری که بلدید، حالا من اینا رو تو کلاس برای بچه های خودمون گفتم دیگه، اینا براشون تکراری احتمالا این سبک سوالا، ولی خب یه بارم برای همه حل کنیم. در یک کلاس 40 نفری، این میشه کل کلاس من 40 نفر، دو تا تیم داریم، تیم A تیم B. اینو میذارم A، اینو میذارم B، اینم که کل کلاسم. از این سوالا قطعا تو فصل 1 دیدید. میگه 6 نفر طرفدار هیچ تیمی نیستند. هیچ تیمی چند تا؟ 6 نفر. این 6 تا رو کجا باید بذاریم بچه ها؟ من همیشه سر کلاس خودم با بچه ها کار میکنم، میگم آقا اگر کل اینا A باشن، اینا B باشن، این دور چی میشه؟ میشه هیچ کدام، یعنی نه A نه B. پس 6 نفر کجا میره بچه ها؟ 6 نفر میاد اینجا، نه تو A نه تو B. بعد باز توضیح میدم، میگم این تیکه، این قسمت از A، اینجاها نه، این مشترک نه، این تیکه رو بهش چی میگیم؟ بچه های خودم بگن، سر کلاس دیگه یادشونه دیگه. به اینا میگیم فقط A. به این تیکه اینجا، این قسمت نه، چی میگیم؟ میگیم فقط B. این وسط رو چی میگیم؟ هم A هم B. دیگه توضیح ندم دیگه، قطعا معلمتون تو مدرسه هم گفته و خودتون با اینا آشنایید. آقا 6 نفری که طرفدار هیچ تیمی نیستند و اینجا گذاشتم، بچه ها مشخصه چند نفر هم A هم B؟ یعنی اینجا نه. اصلا سوالو اگه دقت کنی دقیقا اونجا رو میخواد، میگه چند نفر طرفدار هر دو تیمن، یعنی هم A هم B، پس اینجا رو میخواد. پس چون این نمیدونیم چیه، مجهول، میذاریمش X. خب 16 نفر
22 نفر طرفدار تیم آ، یعنی این دایره آ، این نمودار ون آ، کل این میشه 22 نفر. آقا یعنی اینجا بنویسم 22؟ نه، اینا رو قبلا یاد گرفتید تو مدرسه. کل دایره 22 نفره، ما قبلا x تاشو گذاشتیم، پس اینجا باید بنویسیم 22 منهای x، که 22 منهای x با x بشه 22 نفر، دایره A بشه 22. برو B. 16 نفر طرفدار B هستن، این Bه، از این 16 نفر x تاشو قبلا گذاشتیم، پس اینجا میشه 16 منهای x. قبول؟ حالا جمع اینو 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 این 6 نفر میشه کلاس من، یعنی چند نفر؟ 40 نفر. پس این کار انجام بدیم، 22 منهای x به اضافه x به اضافه 16 منهای x به اضافه 6 رو هم میشه چقدر؟ کل کلاس چند نفره؟ 40 نفر. یک معادله ساده مسخره، حلش کن. یه منهای x داریم، یه مثبت x، بای بای با هم میرن. یه 22 تا داریم، یه 16 تا، یه 6 تا، جمع کنیم. 22 با 16 میشه 38، 38 با 6 میشه 44. یه منهای x هم داریم مساوی 44. منهای یه چیزی میشه 40، اون چنده؟ 44 منهای 4 میشه 40 دیگه، پس x میشه 4. سوال چی رو همه خواسته بود؟ x رو. آخر سوال رو نگاه، چند نفر طرفدار هر دو تیمن؟ هر دو تیم یعنی کجا؟ یعنی اینجا. اسم اینو من چی گذاشتم؟ x. x رو پیدا کردم، 4. خب اگر باز اسکرین‌شات میخواید بگیرید، میخواید حل رو بنویسید، یه 30 ثانیه من بهتون تایم میدم، بعد میرم سوال بعدی. خب تمام، بریم سوال بعد. خب سوال دو، با سوال دو رو من میخونم، بنویسید بعد حلش کنیم. در یک گروه 30 نفره 16 نفر فقط رنگ سبز و 5 نفر هم سبز هم قرمز را دوست دارند. در این گروه چند نفر فقط رنگ قرمز را دوست دارند؟ چند نفر فقط رنگ قرمز را دوست دارند؟ علامت سوال من اینه. خب بریم دوباره از نمودار ون کمک میگیریم. این میشه کل کلاسم، کل گروهم. دو تا گروه توش داریم، کسایی که رنگ سبز دوست دارن و رنگ قرمز. اینا رو میذاریم سبز، اینا رو میذاریم قرمز. قبوله؟ خب کل کلاس چند نفره؟ 30 نفر. پس این مستطیله 30 نفر.
بعد میگه 16 نفر فقط سبز. فقط سبز کجاست بچه‌ها؟ این تیکه فقط سبز بود، این تیکه فقط قرمز، این وسط هم سبز هم قرمز، اینجا هیچ. وقتی میگه 16 نفر فقط سبز یعنی اینجا 5 نفر هم سبز هم قرمز. خب هم سبز هم قرمز میاد اینجا، درسته؟ گفت فقط قرمزمون رو گفته چند نفر؟ نه، پس این مجهوله، میشه X. گفته چند نفرن که هیچی رو دوست ندارن؟ نه، پس این صفره. جمع اینها قراره بشه چی؟ سی. پس 16 به علاوه 5 به علاوه X باید بشه سی. خب یک معادله خیلی ساده است دیگه، 16 با 5 21 و چند تا بهش اضافه کنم بشه 30 تا؟ 9 تا. پس x من میشه 9، فقط قرمز من میشه 9، به همین سادگی. پس چند نفر فقط قرمز رو دوست دارن؟ 9 نفر. باز من 30 ثانیه صبر میکنم، چیزی میخواید بنویسید بنویسین. بریم بچه ها. سوال 3، دوباره سوال بنویسید. یه مجموعه داده به نام آ، فقط دقیق بنویسید، آ کلاداش رو اشتباه نکنید. بعد میگه درستی یا نادرستی موارد زیر رو تعیین کنید. نوشتید بچه ها؟ مجموعه آ رو اگه داشته باشیم میخواییم درستی یا نادرستی هر کدوم رو تعیین کنیم. خب یه سر کلاس من به بچه های چیزی گفتم که حالا دوستای شاگردای خودم میدونن، برای دوستای جدید که با ما نبودن الان یه نکته بگم این را بیفته. آقا این میشه علامت عضویت، بلدید؟ این میشه علامت زیر مجموعه، بلدید؟ توی تست ها، توی سوال ها، اینجور سوال ها برای که بفهمی این عبارت درسته یا غلط یه کاری باید بکنی. اگر علامت عضویت دیدی، مثلا اینجا سوال الف، یک عضو آ، این باید دقیقا توی آ باشه. وقتی علامت عضویت میبینی یک عضو آ، این یکه باید دقیقا توی آ باشه. آیا یکو میبینی؟ اینها یک توی آ هست، پس بنابراین درست میشه. اما یهو میخوام بپرم جیم، اگر علامت زیر مجموعه دیدی بچه ها چیکار میکردیم تو کلاس؟ اگر علامت زیر مجموعه میدیدیم چیکار میکردیم؟ یاد دادم بهتون، دستتون رو میذارید رو آکولاد بیرونیه، توش چی میبینی؟ سه. سه رو بعد اونجا ببینی، توی آ ببینی. آیا سه رو تو آ میبینی؟ نه. اونایی که میگن آره تو رو قرآن از این سوتیان ندیده، نگید این سه ها، این سه نیست، این هست آکولاد سه. سه با آکولاد سه فرق میکنه، اصلا دو تا چیز مختلفن. این آسیاس، اون اروپاست، دو تا قاره مختلفن. سه با آکولاد سه،
دو با آکولاد دو، اینا فرق میکنه. آیا اینجا عدد سه داریم؟ نه، یه چیزی داریم آکولاد سه، با سه فرق میکنه. پس جیم غلطه. جمع‌بندی کنم بعد بگم اینا رو شما انجام بدید. اگر علامت عضویت دیدیم، الف، باید این دقیقا توی آ باشه، اینا یک هست. جیم، اگر علامت زیر مجموعه دیدیم باید یک کاری بکنیم. چه کاری؟ دستمونو میذاریم رو آکولاد بیرونیه، چی میبینی توش؟ سه. سر باید اونجا ببینی. اگه بود درسته، اگه نبود غلط. بقیه رو بزنید تا من بیام براتون حل کنم. خب حالا دوستایی که تازه به جمعمون ملحق شدن، نه شاگردای خودمون، اونا که بلدن، دوستای دیگه به سمت پایین صفحه سمت چپ میتونید چت کنید، اگر موردی چیزی بود بگید که تایم داشتیم انشالله جوابتون رو بدم. خب بریم حل کنیم. آقا اینا بعد هر کدوم رو بگیم درستن یا غلط. خب من یه تر تمیز بکنم اینجا رو. یک که درست شد، جیم هم که من زب در میزنم، غلط شد. بی درست یا غلط بچه ها؟ میگه دو عضو آ، علامت عضویت دو باید تو آ باشه. دو ها نگی آره ها، این دو نیست، این هست آکولاد یک و دو. آکولاد یک و دو یه مجموعه است، این با دو فرق میکنه، یعنی یه مجموعه ای داریم توش یک و دوه، این با دو عادی فرق میکنه. پس دو توی آ نیست، غلط. آکولاد دو زیر مجموعه آ. ما یاد گرفتیم اگر علامت زیر مجموعه دیدیم دستمون رو بزنیم رو آکولاد بیرونی، توش چی میبینی؟ دو. حالا دو اونجا ها؟ نه، یه عضو داریم به نام صفر، یه عضو داریم به نام یک، یه عضو داریم به نام آکولاد یک و دو، یه عضو داریم آکولاد سه، هیچ کدومشون دو نیستن. پس اینم غلط. بچه ها ت رو نظر بدید، ت درسته یا غلط؟ کسایی که میگن درسته یه د بزنن، کسایی که میگن غلطه یه نه بزنن. حرف اول نادرست. ت رو بگید. آها آفرین آفرین، همه دارن خوب میزنن. آقا سه توی آ هست؟ نه، سوتی نمیدیم، نمیگیم این سه، این سه نیست، این آکولاد سه. ببین یه میلیارد بار گفتم آکولاد سه با سه اصلا فرق میکنن، آسیا و اروپا دو تا قاره مختلفن. پس این درست نیست. اینو بگو، آکولاد سه عضو آ، آکولاد سه عضو آ هست؟ آره، آکولاد سه دیگه خدایش هست. جیمو که زده بودیم، آقا چه رو بگید به من. بچه ها رو چه، درست بود ده، غلط بود نه، چه رو بگید. بدو بدو چه، آشالله
آه ماشاءالله منتظرم یه نفر غلط بزنه، هیچ کی غلط نمیزنه. آفرین، خوبه. آه درسته. چرا؟ علامت زیر مجموعه. ما یاد گرفتیم اگر علامت زیر مجموعه دیدیم دستمون رو بزنیم رو آکولاد بیرونی. چی میبینی توش؟ بگو. توی آکولاد بیرونیه چی میبینی؟ آکولاد سه. آکولاد سه رو بعد اونجا ببینی. هست؟ آره خدایی. پس درسته. بعدی ه میگه توهی عضو آ از محلهای حادثه برانگیز. نصف ملت ه رو میزنن درست، در صورتی که این اکیدن غلطه. یه چیزی شنیدن از توهی. آقا آ چند تا عضو داره؟ بشمر. کدومان؟ صفر، یک، آکولاد یک و دو، سه، میشه چهار تا عضو. خدایی هیچ کدوم از این چهار تا توهی هستن؟ داره میگه توهی عضو آ، یعنی توهی رو باید تو آ ببینی. توهی ما تو آ داریم؟ پس غلطه دیگه. اونی که در مورد توهی داریم یه چیز دیگه است، اون خه. توهی زیر مجموعه همه مجموعه هاست. زیر مجموعه با عضویت فرق میکنه. این درست. توهی زیر مجموعه همه چیز هست. هرو بگو. هرو بگی تو چت. درست غلط. دقت کن، سرسری نگو، دقت کن. ت درست غلط. آها آها خوبه. آفری آفری، همه میگن نادرست. درسته. آقا یاد گرفتیم چون علامت زیر مجموعه هست دستمون رو میذاریم رو آکولاد بیرونی ها. توش چی میبینیم؟ یک و دو. یک و دو رو بعد اونجا ببینی. یک هست اما دو نیست. اینجا شما دو میبینی؟ نه. میدونم تکراریه دیگه، حوصله‌تون سر رفت، ولی برای بار آخر نگی اینا ها یک و دو. این یک و دو نیست. این چیه؟ بگو تو گوش من بگو. این هست آکولاد یک و دو. آکولاد یک و دو با یک و دو فرق میکنه. پس یک و دوی اونجا نیست، غلطه. اگر چیزیشو میخوای بنویسی بنویس. یه 20 ثانیه دیگه برم سوال بعدی. خیلی خوبه، آفرین بچه ها. تو سوالای بعدی هم میخوام همینجوری باشید. خب بریم سوال بعدی. آقا اعضای هر کدام از مجموعه های زیر را مشخص کنید. الان نصفتون بلدید، عجله نکن. الف رو من حل میکنم، ب رو شما حل کنید. تو چت بهم بگید الف ب. دوست شاگردای خودم، تو کلاس بهتون یاد دادم چیکار کنید. این یک مجموعه است که به صورت ریاضی نوشته شده. از ما میخواد به کمک عددها نشونش بدیم. یاد دادم بهتون، قطعا بقیه بچه ها هم معلم های عزیزشون بهشون یاد دادن. چه کنن؟ یه بار بیا با هم بنویسیم. دو ایکس منهای سه به طوری که، به شرطی که ایکس عضو دبلیو باشه و ایکس کوچکتر از سه باشه. بچه ها وقتی میخوایم این رو بفهمیم چه عددهاییه و بنویسیم و نمرش رو ایشالله بگیریم، از کجا شروع میکنیم؟ از سمت چپ یا از راست؟ بگو. از راست. اول باید عددهای اینو پیدا کنی. عددهای اینو که پیدا کردیم میذاریم این تو. بعدنها سال 11 هم اینا 10 هم 11 هم یاد میگیرید، ما به این میگیم تابع. فعلا بلش کن، این یه تابعی از این، فعلا کاری نداریم. عددها اینو پیدا کن بذار اینجا. ایکسای عددهایی که عضو دبلیو باشن و کوچکتر از سه باشن چی میشه؟ میشه صفر و یک و دو. درسته؟
حالا دونه دونه اینا رو بذار اینجا بگو چه عددی میشه. صفر رو میذاریم جای x، دو تا صفر تا میشه صفر تا، منهای سه میشه منهای سه. حالا یک رو بذار، دو تا یکی دو تا، منهای سه میشه منهای یک. دو رو بذار، دو تا دو تا چهار تا، منهای سه میشه یک. اگه اینجوری بنویسی به جوابم میرسی، نمرشم میگیری. الف که تموم شد برو خودت انجام بده برام. آفرین، یه سری شاگرد خوب داریم ها تو این کلاس ها، ماشاءالله همه رو دارن میگن، اکثران هم دارن درست میگن. یکی از بچه ها بیدقتی کرد، جوابش رو اصلاح کنه. خب بچه ها بریم قسمت ب. اول گفتیم میایم سمت راست، عددی که عضو n باشه یعنی اعداد طبیعی و وقتی به توان 3 میرسه بشه 8. چه عددی به توان 3 میشه 8؟ 2. حالا اینو میریم میذاریم اینجا، بذار جای x، 2 به توان 3 8 به علاوه 3 11. پس این میشه آکولات 11 یا مجموعه 11. آی 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 که گفتم خودش فهمید چرا گفتم آی آی آی. خب حل سخت نبود، برو سوال 5 بریم، وقت نداریم. ببخشید من سری میرم دیگه، وقت نداریم دیگه. سوال بنویس، اگر آ مساوی آکولاد 1 2 3، آ مساوی آکولاد 1 2 3، بی مساوی آکولاد 2 3 5، سی مساوی آکولاد 1 9، هر کدام از مجموعه های زیر را تعیین کنید. خب بدایید بچه ها، الف آ اشتراک بی. بچه ها اشتراک آ و بی چیه؟ الان قطعید یا وصلین؟ وصلید دیگه. خب اشتراک آ و بی، 2 تو اینه 3 هم تو جفتشون هست، پس اشتراکشون میشه 2 3. قسمت ب، اشتراک آ و بی و سی. آ اشتراک بی اشتراک سی، چیه که تو هر سه تا باشه، تو آ و بی و سی باشه؟ 2 و 3 تو جفت اینا ها، ولی 2 و 3 تو این نی. چیزی هست تو آ و بی و سی باشه؟ هیچ، توهی. همین آکولاده رو خالی بذاری میشه توهی. پ بی منهای آ. دوباره بچه ها گوش بدید، باز من سر کلاس برای منهای چیزی میگم. تجربه به من نشون داده بچه های سالای 11 و 12 های همین الان من میرن با تو منها سوتی میدن. همین پنجشنبه هفته پیش اگر اشتباه نکنم با بچه های 11 کلاس داشتم، تو منها داشتن سوتی میدادن. برای اینکه دیدم به مرور زمان که بچه ها توی منها سوتی میدن، یه چیزی به شاگردان میگم، اونو الان به شما میگم. آقا منها دیدی چیکار کن؟ این مجموعه اوله
منهای مجموعه دوم. این میشه اولی، این میشه دومی. تا اینجا قبول؟ آره. منها که دیدی به عنوان جواب اولی رو بنویس. آقا نمیشه که، چی کار داری؟ بنویس، حرف منو گوش بده. اولی چیه؟ بی. بی رو بنویس. 2 3 5 تموم؟ تموم. یه ذره دیگهش مونده. بعد از اینکه اولی رو اینجا کپی کردی، اشتراک های این دوتا رو پیدا کن و روشون خط بزن. اشتراک بی و آ چیه؟ 2 3 پس 2 رو خط میزنیم، 3 رو هم خط میزنیم. پس بی منهای آ میشه چی؟ میشه آ کلات 5. فهمیدی چی شد؟ پس اگر ایکس منهای ایگرک شده بود، ایکس رو مینویسیم، بعد اشتراک هاشون رو روش خط میزنیم. دیگه اونی که میمونه میشه جواب. حالا با این اوصاف تمال شما، بی منهای سی حساب کنید و من بگین. همون روشی که بهت گفتم، برو که سوتی ندیا. الان یکی دوتا از بچه های سوتی های ریزی دادن به خاطر اینکه روشی که بهت گفتم رو نرفتن. بی ام ان های سی چه میکنیم؟ مجموعه اول کدومه؟ بی. پس بی رو مینویسیم. بی چیه بچه ها؟ 2 3 5 اشتراک های این دوتا را پیدا می کنیم، روشون ضرب در می زنیم. بین بی و سی اشتراک چیه؟ 2 3 5 1 9 هیچ اشتراکی نداره. پس هیچی رو روش خط نمی زنیم. قشنگ این میشه جواب. 2 3 5 که اکثرا درست دادن. آره آره، پیامات داره میاد. خب بریم حله. آقا تم که بچه ها خودشون دیگه زدیم و غیر از این سوتی ندیم، جواب دیگه این نیست. آ اجتماع سی چیه؟ آ اجتماع سی، اجتماع دیگه بلدی میگه، یعنی آ و سی ها همه رو بریز تو هم دیگه. اول آ رو بریزیم، 1 2 3 اجتماعش با سی. حالا سی رو هم بریز، 1 9 یکو دوباره بنویسم؟ نه، آزار دارم مگه؟ خب یکو قبلا یه بار نوشتم، پس دیگه یکو نریز، 9 بنویس. پس میشه 1 2 3 9 که خیلی از بچه ها زودتر از من گفته بودن. آفرین. خب بریم حل. برو فصل 2 به سوال 1. بین 2/3 و 3/4 دو عدد گویا بیابید. بین 2/3 و 3/4 دو تا عدد گویا میخوام. حالا بچه بذار اینو سری بریم. چی کار میکردیم؟ بگو. یه دو تا دو سه تا روش داشتیم. معروف ترین روشش این بود که بین اینها مخرج مشترک میگرفتیم. بین 2/3 و 3/4 مخرج مشترک بین اینا چیه؟ 3 و 4 12. پس این میشه 12، اینم میشه 12. 3 چند برابر شده؟ شده 12، 4 برابر. صورتش هم 4 برابر میکنم. اینا رو تند میرم برای اینکه بلدین. 4 3 برابر شده، صورتش هم 3 برابر میکنم، میشه 9.
آقا بین مخرجه که 12 بین 8 و 9 دو تا عدد هست، سوال دو تا عدد خواسته بوده، نیست. ما یاد گرفتیم چه کنیم وقتی اون تعداد عددی که سوال میخواهد نیست. بین الان بین 8 و 9 آی سوال چند تا عدد میخوای؟ دو تا. ما ضرب در 3 میکنیم، یادتونه صورت و مخرج اینو ضرب در 3، صورت و مخرج اینو ضرب در 3. خب بیاین من این پایین انجام بدم، اینو ضرب در 3 کن، 8 تا 24 تا، اینم مخرجش هم ضرب در 3 کن، میشه 36. ضرب در 3 کن، 3 9 تا 27 تا، مخرجش هم ضرب در 3 کن، 36. قبوله؟ حالا بین 24 36 هم و 27 36 هم دو تا عدد بگو. من اینجا با بنفش تو پرانتز می نویسم. 24 بزرگتر میشه 25 36 هم و بعد از 25 چیه؟ 26 36 هم. درسته؟ این از این. آقا روش های دیگه هم هست، صورت ها رو با هم جمع کنیم، مخرج ها رو با هم. آره دیگه، اون هم روش های دوم سومه دیگه، روش های دیگه هم هست. حالا من معروف ترین روش رو رفتم، وگرنه مثلا الان تو قسمت چت که نگاه کردم یکی دو تا از بچه ها از روش های دیگه رفتن، صورت ها رو با هم جمع کردن، مخرج ها رو با هم. صورت ها رو جمع کنیم میشه چه؟ 5. مخرج ها رو جمع کنیم میشه چه؟ 7. 5 هفتم یه عددیه بین این دو تا. کسی از این روش ها هم بره اوکیه، مشکلی نداره. پس سر روش با هم دعوا نداریم. شما درست به دست بیار حالا از هر روشی دیگه. خب برو سوال بعدی اگه نوشتی. عدد اعشاری زیر را به صورت گویا تبدیل کنید. این از اون سوال هاست که نمیگم همه معلم ها، ولی اکثر معلم ها خیلی دوست دارن. منم سعی کردم سخت‌ترین حالت ممکن رو بذارم اینجا. حالا قبلا سر کلاس 10-12 تا از اینا حل کردیم، بقیه دوستان ایشالله که بلدن، اگرم بلد نیستن یه ذره دقت کنن ایشالله یاد بگیرن. چه می کردیم؟ سق این یک عدد اعشاریه، ما اینو می خواهیم تبدیلش کنیم به عدد بگو کسری گویا. این سه قسمته، بذار اینو رنگشو قرمز کنم. این یه قسمتش، این میشه قسمت صحیح، عدد 1 2 3، این قسمت صحیحه. این که بعد از اعشاره چیه؟ این میشه قسمت اعشار بدون دوره گردش. این 69 که روش خط داره میشه قسمت اعشار با دور گردش. هر سوالی که به شما بدن دیگه ته ته سختش اینه که این سه قسمت رو داشته باشه. هر کدوم از این سه قسمت رو جدا حساب میکنیم، با هم جمع میکنیم. چجوری؟ آقا این یکه، یکو مینیوس، یک دیگه، یک به اضافه. این قسمت اعشار بدون دور گردشش رو بخون، 3/10. مینیویسی 3/10، چیز پیچیده ای نیست، 3/10 دیگه، درسته؟ می نویسید به اضافه 3/10، دونه دونه داریم جمع میکنیم. حالا میریم میرسیم به قسمت اصل ماجرا، به 69. خب 69 رو چی کار میکنیم بچه ها؟ 69 هم تو صورت می نویسیم، نکته ماجرا تو مخرجشه چی باید بنویسیم. اگه قرار باشه تو امتحان خدایی نکرده حماسه بیافرینی سوتی عنایت بفرمایی، قراره تو این مخرجه سوتی بدی که الان یاد بگیرین دیگه این سوتیه رو ندی. خب اون قسمتی که دور گردش داشت یعنی 69، من تو صورت نوشتم. چند رقمه که دور گردش داره؟ دو رقم، یکی دوتا. تو مخرج دوتا 9 میذاری. به تعداد اونایی که دور گردش دارن دو رقم داریم، دور گردش داره دیگه، 6 9، دو رقم، پس ما دوتا 9 میذاریم. چند رقم اعشار داریم که دور گردش نداره؟ یه رقم، فقط 3 دیگه. اعشار بدون دور گردشمون فقط 3. چند رقم خانم آقایون؟ یه رقم. به تعداد اونا 0 میذاری.
پس به تعداد اونایی که دور گردش دارن 9، به تعداد اونایی که دور گردش ندارن 0. حالا اینو یه مخرج مشترک میگیری و جمع میکنی و به دست میاد. دیگه الان وقت نداریم اینو حساب بکنیم. نکتهش این بود. دیگه به این یک یه دونه مخرج یک میدی. بین 1، 10 و 999 مخرج مشترک میشه 999. اینو دیگه بعداً خودتون بعد از کلاس انجام بدید. دیگه الان دیگه وقتش نیست بچه‌ها. حالا یکی دو تا از بچه‌ها حساب کردن 1356 1157 نمیدونم دیگه الان وقتشو ندارم حساب کنم. اینو دیگه بعدا مخرج مشترک گیری دیگه مال خودتون، کاری نداره. اینو یاد گرفتین؟ خب بریم. میخوای اگه میخوای چند ثانیه وایسم بنویسی؟ بچه ها همین جوری برای تمرین. این چه جوریه؟ چیه به علاوه چیه به علاوه چیه؟ اینو حساب کنید سریع. این میشه، این یه قسمتشه، قسمت عدد سعیش، این اعشار بدون دوره گردشه، این اعشار با دوره گردش. پس این سه قسمت رو باید جمع کنیم، میشه 3 به علاوه این تیکه رو بخون. 23 صدم، 23 صدم به اضافه. حالا این رو میخواییم انجام بدیم. 7 در مخرج چی بنویسیم؟ تعداد اعداد دوره گردش دار چند تاست؟ یه دونه. پس یه دونه 9 میذاریم. تعداد اعداد بدون دوره گردش 23، دو تاست. پس دو تا 9 میذاریم. پس مخرج ما به این یه دونه 1 میدی و مخرج مشترک میگیری و جمع میکنی دیگه این برای خودت. حاصل اون هر عددی شد میشه کسر این. قبوله؟ واضحه؟ اگه اوکی برو بریم. سوال 3، حاصل عبارت زیر را به دست آورید. سوال رو بنویسید. اگه جایش گیری من بخونم. 2 ضرب در منهای 1/3 تقسیم بر 2 منهای 1/2 تقسیم بر 2 منهای 1/3 مخرج کسر 1/3 ضرب در 3/2 از الان 30 ثانیه وقت میدم عددشو بهم بگی. بده ببینم. یه باهوش میخوام 30 ثانیه حل کنه. خب یه جواب پارمیس، یه جواب داد دیگه. نفر دوم مهتاب. حالا جواباشون هم یکی نیست ولی حالا جواب دادن. من حل بکنیم ببینیم کدوم میشه. یکی دیگه هم بگه من پاشم حل کنم.
خب بریم بریم. زهرا و تارا هم گفتن جوابا یکم متفاوته با هم، البته زهرا و پارمیس یکی گفتن، حالا فائزه هم گفت دیگه، همه دارن بچه ها میگن دیگه. بریم ببینیم چی میشه. آقا یه جایشو من ذهنی میرم دیگه. دو ضرب در منهای یه سوم میشه منهای دو سوم. آقا دیگه مخرج یک میدیم به دو، صورت در صورت، مخرج در مخرج دیگه، این مسخره بازی ها رو بلدید. بیا مخرجش دو منهای یه دوم. دو منهای یه دوم چی کار میکنی؟ به این یک میدیم، مخرج مشترک میگیریم، میشه دو. این چون یکش شده دو، دو برابر شده، صورتش هم دو برابر میشه، این یه دوم بوده میمونه. چهار دوم منهای یه دوم میشه سه دوم، پس مخرج اینم میشه سه دوم. تقسیم بره دو منهای یه سوم، دوباره اگه مخرج مشترک بگیری اونو میشه 6 سوم منهای 1 سوم 5 سوم دیگه. اینا رو دیگه خداییش مال دبستانتونه دیگه، اینا رو دیگه وقت تلف نکنیم. دو منهای 1 سوم میشه 5 سوم، 1 سوم ضرب در 3 دوم. این 3 مخرج با 3 صورت میره چی میمونه؟ 1 بر روی 2. این تا اینجا قبول. یه پاکی من بکنم این قسمت رو. خب حالا آقا اینو چه میکنیم؟ بعد اینو چه میکنیم؟ اول از همه بیا اینو حساب کنیم. دور در دور، نزدیک در نزدیک. یه خط کسری میذارم، این منها رو برای دو در نظر میگیرم، میشه منهای دو. دور در دور یعنی این در این، منهای دو ضرب در دو میشه منهای چهار، نزدیک در نزدیک، سه ستا نه تا. تقسیم بره اونم یه دور در دور، نزدیک در نزدیک بزن، دور در دور پنج دوتا، ده تا، نزدیک در نزدیک سه تا. اینم تا اینجا. گام آخر چه میکردیم بچه ها؟ چون باید تقسیم کنیم دوتا کسر رو، کسر اول رو مینویسیم. خودتون همه تون الان دارید میگید تقسیم رو به ضرب تبدیل میکنیم، کسر دوم رو معکوس میکنیم، بر میگردونیم، یعنی میشه سه دهم. حالا هم ساده میشه کرد که هم میشه ضرب کرد. بیا ساده کنیم. نه با سه ساده میشه، این به سه میخوره سه تا، این میخوره یکی. چهار و ده هم ساده میشن، ده به دو میشه پنج، منهای چهار به دو میشه منهای دو، منهای دو ضرب در یک میشه منهای دو، سه پنج تا پونزد، جواب منهای دو پونزدهم. چرا جواب هیچ کدومتون؟ آها تارا درست گفته، دیگه یکی دیگه هم بود منهاشون، فائزم دو پونزدهم گفته، منهاشون نگفته. خب تا دارید اینو می نویسی در رو تصویر. آها اوکی اوکی، آره ساده هم نه، بعضی هم ساده نکنن، ساده بکنن به همین می رسن. تا اینو دارید می نویسید من یه توضیح بدم شاگردای خودمون. آقا هفته آینده و هفته بعدش دو هفته تعطیلیم، یعنی هفته بعد یک شنبه کلاس نداریم، یک شنبه هفته بعدش هم نداریم، دو هفته تعطیل برید امتحاناتونو بدید و این حرفا، قیافه منم یه دو هفته نبینید حال کنید. دو هفته که بگذره بعد برمیگردیم، یعنی هفته سوم برمیگردیم درسمون رو ادامه میدیم. دوستایی هم که دوستای جدیدمون هستن در جریان باشن دیگه، ما کلاسامون یک شنبه ها ساعت چند بود؟ یه ربع به هفت تا هشت ربع. سه فصل رو تموم کردیم، وسطای فصل چهاریم، از وسطای فصل چهار تا آخر کتاب رو از سه هفته دیگه ادامه میدیم. دوست داشتید میتونید به جمع ما ملحق شید. این از این، برگردیم و ادامه بدیم. خب آقا سوال چهار، از اون سوالا که باز معلم ها عشق میکنن باهاش، تو کلاس هم بچه هایی از من میپرسیدن، یه عدد اینجوری گنگ میده میگه رو محور مشخص کن.
ما هم به سرعت محور میکشیم. خب چی کار میکنیم؟ من اینجوری به بچه ها یاد میدم، میگم عدد اصلیه اینه 4، این عدد گنگه یک عدد مسخره‌ای برای خودش، عدد اصلی اینه. پس 4 رو پیدا میکنیم. پیدا کردم این 4، یه زبدر ریز روش زدم، روش بای میستیم. حالا رادیکال 2 رو پیدا میکنیم. بعد همیشه بچه های مشکل دارن، آقا رادیکال 2 رو به سمت راست باید پیدا کنیم یا به سمت چپ؟ بعد بعضی از بچه ها که درساشون خوبه میگن دقت کن، چون منهایه باید به سمت چپ پیدا کنیم. جواب منم همیشه اینه، مهم نی، اون 4 تو پیدا کن، رادیکال 2 هم دوست داشتی سمت راست دوست داشتی سمت چپ هیچ فرقی نمیکنه. آقا منهاش چی؟ صبر کن، میدونم الان تو ذهنت چیه، 30 ثانیه دیگه حل میشه. من اصلا برای اینکه اذیتت کنم میرم رادیکال 2 رو سمت راست پیدا میکنم. چه جوری؟ یه دونه یه سانت اینجا میکشم، یه سانت اینجا میکشم، این زل رو میکشم، این زل طبق فیثاغورس وقتی اینو این یکن این چیه؟ رادیکال 2. اصلا سمت راست کشیدم دیگه، حل. حالا اونجایی که مهمه کجاست؟ اینجاست. با چه رنگی بریم؟ با رنگ از اینا بریم. رو 4 وایسادی. آها یه سوتی، یه چیزی هم بگم از محلهای سوتی دادنتون. این مثلثه رو که میخوای بسازی که بتونی رادیکال 2 و رادیکال 3 اینا رو باش پیدا کنی، رو خود عدد 4 نباید بری بالا. یعنی مثلا اگه این 4 رو پیدا کردی، رو این نرو بالا، یه سانت بیا این ور بعد برو بالا، یا بیا این ور بعد برو بالا، رو خود 4 کسی نره بالا. اگه این 7 بود رو خود 7 نرو بالا، برو جلو عقب مثلثه تو بساز. ساخت. حالا پرگار را باز کرده میذاریم اینجا تا اینجا. پس الان این پرگار من از اینجا تا اینجا چند سانته؟ رادیکال 2 سانت. رادیکال 2 سانت. حالا چون گفته منها، پرگار رو به سمت چپ میچرخونی. اگه گفته بود 4 به علاوه رادیکال 2، پرگار رو به سمت راست میچرخوندی، رو 4 وای میسادی، به راست میزدی کمانو. چون گفته منها، رو 4 وای میسی، به چپ میزنی. پس اینجوری پرگار رو میچرخونیم، ادای چرخوندن پرگار رو ما دراریم، میشه اینجا، میشه 4 منهای رادیکال 2. این نقطه ها. آفرین، خوبه، راضیم ازتون، اکثرتون اوکیید. خواهش میکنم جناب رفی، یک بار دیگه هم خدمت شما عرض میکنیم، بکشید بچه ها، من یه بار دیگه این تهش رو براتون توضیح میدم. بذارید به جایی که اینو توضیح بدم یکی دیگه بهتون بدم، اینجوری فکر کنم بهتره سوالو تغییر بدیم. اینو پیدا کنیم، چی بگیم؟ 5 به علاوه رادیکال 3. اینو بریم که جدید باشه دیگه، رو این کس را برات توضیح میدم. یه 30 ثانیه بهتون وقت میدم، هر کی بلده انجام بده، بعد من انجام بدم، ببینیم درست در آوردید یا نه.
خب بریم بچه ها. اول از همه گفتیم عدد اصلی چیه؟ 5. پس 5 رو پیدا میکنیم. من محور رو میکشم، حالا مثلا 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 مثلا. خب 5 رو پیدا میکنم، این 5 روش وای میستم. حالا باید رادیکال 3 رو پیدا کنم. گفتم با علامت این کاری نشه باش، رادیکال 3 رو میتونی اینوری پیدا کنی، میتونی اینوری، اصلا مهم نیست، چون به علاوه از آخر سر کمانمون رو به سمت راست میزنیم. من اصلا میام رادیکال 3 رو اینوری پیدا میکنم. چی کار میکردیم بچه ها؟ یه یسانت میایم سمت چپ، یه یسانت میایم بالا. گفتم رو خود عدد 5 بالا نری، یسانت یسانت. طبق فیثاغورس این وتر مثلثه، میشه چی؟ میشه رادیکال 2. فیثاغورس دیگه. خب به رادیکال 3 رسیدم؟ نه هنوز، ادامه میدهیم. دوباره یه مثلث دیگه میسازی، علامت قائم الزاویه هم یادم نره، یه یسانت اینجوری. الان این مثلث ها رو در نظر بگیر، این ضلعش یسانته، این ضلعش رادیکال 2، این میشه وتر. وتر در مثلث قائم الزاویه با فیثاغورس به دست میاد. پس وتر چی میشه بچه ها؟ یعنی از اینجا تا اینجا، این تیکه که انگشتای منن، این چجوری میشه؟ میشه 1/2 به اضافه رادیکال 2/2. بعد یه رادیکال ازش میگیریم که فیثاغورسش تکمیل شه. اینو یادم رفت، 1/2، این ضلع به توان 2 به اضافه این ضلع به توان 2. نگاه، این فیثاغورسه دیگه. این اگر باشه ضلع A، این اگر باشه B، و اینم وترم باشه، وتر چی میشه بچه ها تو فیثاغورس؟ میشه A به توان 2 به اضافه B به توان 2، یه رادیکال رو کلش. الان همینه دیگه، این وتره میشه 1/2 به اضافه رادیکال 2/2، یه رادیکال رو کلش. 1/2 میشه 1، رادیکال 2/2 میشه 2، میشه رادیکال 3. پس این شد رادیکال 3. قبول؟ قبول؟ این از این. حالا رنگمان را به قرمز میتغییریم. حالا چه کنیم؟ پرگارمون رو اندازه رادیکال 3 وا میکنیم. یعنی چی؟ این رادیکال 3 دیگه از اینجا تا اینجا، پرگار رو باز میکنیم انقدر. این الان رادیکال 3 از اینجا تا اینجا. حالا این رو 5 که ثابت، این شست من، این پایه ثابت پرگاره. اینوری باید کمان بزنم یا به سمت چپ باید کمان بزنم؟ چون به علاوه است میگه 5 به اضافه یه چیزی، پس از 5 باید به جلو کمان بزنیم. پس اینجوری یه کمان به جلو میزنیم، میشه اینجا. پس این میشه 5 به علاوه رادیکال 3. خب بچه چون وقت نداریم دیگه بریم. خب اگر اینو می‌نویسید هم یه 5 ثانیه‌ای بنویسید سریع بریم. نه کسرا، حتما باید حل کنی. سوال اگه مثلا یه نمره داشته باشه 75 صدام اون شکل است که تو میکشی، حتما باید حل کنی. مثلا 25 صدامش این تیک هست، 75 صدام ایناست، کامل باید حل کنی این محوره رو، این نموداره رو بکشی. خب بریم بچه ها، ببخشید دیگه وقت نیست وایسیم. برو سوال 5 عبارات زیر را ساده کنید یه ذره سریع. نکته ای که تو کلاس گفته بودم به بچه ها یک بار دیگر اینجا تکرار کنیم چی بود بچه ها؟ نکته این بود A به توان N با فرجه N، این توان N فرجه N با هم میرن، این خیلی نکته مهمیه. اگر N زوج بود 2, 4, 6 یه حالته، اگر این N فرد بود یعنی مثلا 3, 5, 7 یه حالت، اگر N فرد بود این توان با این فرجه میره جواب میشه A،
اگر ان زوج بود میشه قدر مطلق آ. این نکته ایه که قبلا تو کلاس گفتیم، بچهای دوستان جدید بنویسن اینو، یه گوشه بنویسن، خیلی نکته مهمیه. بعد بریم روی این مثال تمرینش کنیم. خب تمام، حالا بریم. آقا این همون آس توان سه فرجه سه با هم یکی هست، پس با هم میرن. کدوم حالته؟ اینه فرد دیگه، سه، این سه با این سه و رادیکال میره، جواب میشه خود چی؟ خود آ، یعنی دو منهای رادیکال پای. اما حالت پای، وقتی فرجه رو نمی نویسیم، یعنی فرجه چنده بچه ها؟ یعنی دوه. پس توان این آ، آ به توان دو با فرجه دو، توان و فرجه یکی هست، پس با هم میرن و آ میاد بیرون. آ بیاد بیرون میشه چی؟ میشه سه منهای رادیکال دوازده. اما این دو و دو توانها زوجن، پس یه قدر مطلق برای آه میذارم. حواست باش اگه این سوال یه نمره داشته باشه، الفش 25 صدم داره، بش 75 صدم، برای اینکه باید بدونی قدر مطلق بذاری، تازه این قدر مطلق هم سا حساب کنی. خب حالا ما میخوایم این قدر مطلق رو حساب کنیم. حاصل قدر مطلق مثبت یا منفی؟ رادیکال دوازده حدوداً چنده؟ رادیکال دوازده بزرگتر از رادیکال نه دیگه؟ رادیکال نه میشه سه، پس رادیکال دوازده میشه سه و خورده ای. سه منهای سه و خورده ای علامتش مثبت یا منفی بچه ها؟ منفیه دیگه. قدر مطلق با عدد منفی چه می کند؟ خود عدد رو می نویسه. چیکارش کنه عدد منفی و مثبت شه؟ یه منفی توش ضرب می کنه، اینو منفی است. یعنی قدر مطلق رو دیگه ور می داریم، یه منها می ذاریم پشتش که منها در این منها بشه مثبت. حالا منها رو تو پرانتز ضرب کن، منها در سه میشه منهای سه، منها در منها میشه مثبت رادیکال دوازده. پس جواب نهاییمون هم میشه ای. حالا من اینا رو یه ذره سریع توضیح میدم، برای اینکه اینا رو قرار بوده تو طول ترم ما یاد بگیریم دیگه. حالا تو کلاس ها چه من چه معلم ها با سرعت خیلی کمتری درس دادن، الان دیگه فرض بر اینه که شما اینا رو خوندی و یاد گرفتی دیگه، الان فقط داریم دوره میکنیم، سریع میگیم بره. وگرنه خب اینو میخواستیم تو کلاس بگیم دیگه، بعد یه رو 20 دقیقه براش وقت میذاشتیم دیگه. نه کسرا، نصف نمرش به اینه که اون قدر مطلقه رو بری ورداری بعدن، تا جواب نهایی که بدون قدر مطلقه اینا رو باید حساب کنی. مثلا اگر این سوال امتحان باشه 75 صدم نمره داره، این 25 صدم، این 25 صدم، این 25 صدم، همه رو باید بنویسی که نمره کامل رو بگیری. خب آقا بریم سوال 6. خیلی سریع بگیم، تایم نداریم بچه ها. سوال 6 رو بگو، یه دقیقه بهتون وقت میدم. کلیدش هم اینه 50 و 18 رو تجزیه کنید. تا شما دارید اونو تجزیه میکنید به حرفای من گوش ندید، من یه سوال یکی از بچه ها رو جواب بدم، پریا رو بگم. پریا، فرجه عددیه که اینجا میاد،
وقتی اینجا خالی باشه، یعنی یه رادیکال اینجوری مثل این و این، فرجه دوه. مثلا رادیکال 25 فرجش چنده؟ دو. در باید بگیم چه عددی دو بار تو خودش ضرب بشه میشه 25؟ 5. 5 که دو بار تو خودش ضرب بشه میشه 25. یا اگر فرجه باشه 3، اینا میخونیم رادیکال 27 با فرجه 3، یعنی چه عددی 3 بار در خودش ضرب بشه؟ اینجوری 3 بار در خودش ضرب بشه میشه 27. اون 3 که 3 بار در خودش ضرب بشه میشه 27، پس جوابش میشه 3. این داستان فرجه اینه. ولی خب من الان خیلی خلاصه بهت گفتم، برگرد جزوه معلم و اینا رو کامل بخون، خیلی مفصل تر از این حرف هست دیگه. خب بریم. خب بچه ها دارن جواب های مختلفی میدن که همه هم با همه فرق میکنه. حالا میریم حل میکنیم ببینیم کدوم میشه. یه رادیکال 50 داریم، یه رادیکال 18. جفتشو میخوام جدا جدا تجزیه کنم، ساده کنیم ببینیم چی میشه. رادیکال 50 میشه 25 ضرب در 2. رادیکال 25 چند میشه؟ میشه 5. ولی رادیکال 2 عدد روندی نیست، پس رادیکال 2 میمونه. 18 رو چی بگیم؟ 9 ضرب در 2. رادیکال 9 چند میشه؟ میشه 3. اما رادیکال 2 عدد مشخصی نیست، پس همین جوری میمونه، رادیکال 2 میمونه. این حاصل تجزیه ایناست. حالا بخوام سوالو حل کنم. این حل سوال. به جای رادیکال 50 چی بنویسیم؟ 5 رادیکال 2. اینجا را 5 رادیکال 2 منهای 4 تا رادیکال 18، و رادیکال 18 چی شد؟ 3 رادیکال 2. پس به جای رادیکال 18 تو پرانتز می نویسم 3 رادیکال 2. باشه؟ 5 رادیکال 2 منهای 4 تا 12 تا میشه 12 رادیکال 2. آقا این 5 رادیکال 2 منهای 12 رادیکال 2، بچه‌ها گیر میکنن که این رادیکال 2 داره چجوری باید منها کن. رادیکال 2 رو بگیر بستنی، این میشه 5 تا بستنی منهای 12 تا بستنی. جفتش بستنیه دیگه، جفتش رادیکال 2ه. 5 منهای 12 چی میشه؟ میشه منهای 7 تا بستنی رادیکال 2. ببین 5 منهای 12 میشه منهای 7، رادیکال 2 شم که میاد. اما این یک عدد منفیه که داخل قدر مطلقه. برای این که از قدر مطلق در بیاید باید چه کنیمش؟ باید مثبت بشه. پس اون منهای 7 میشه مثبت 7 رادیکال 2. جواب. حالا نگاه کنیم ببینیم کی درست گفته بود کی درست نگفته بود تا شما می نویسید. خوبه 3-4 نفر درست گفته بودن، بیشتر از 3-4 نفر. خوبه. خب من منتظرم بنویسید دیگه، اگه نوشتید که بریم یکی دو تا اثباتم از فصل 3 حل کنیم. بچه ها فصل 3 اثبات اینا زیاد داره دیگه، حالا الان وقتش نیست همه اون اثبات ها رو حل کنیم. من یکی دو تا از اون اثبات ها رو آوردم با هم حل کنیم
وگرنه اثبات های جزوه معلمتون هم خوب بخونید و بدونید دیگه. ببین کسرا، این باید یه جای گیر داری روی اینا که باید برگردی به جزوه معلم و سر صبر اینا رو بخونی دیگه. الان دیگه راستش وقت این که من بخوام کامل اینا رو درس بدم نیست دیگه. اگر اینا رو کامل قبل ندونی الان گیر میکنی، باید برگردی بخونی. الان دیگه فقط نمونه سوال رو سریع حل کنیم بره. آقا بریم فصل سوم. بچه ها این سوالیه که خیلی سوال خوبیه، سوالیه که یه چیزایی حتی بهت بگم از سال 11 بعد بدونی، بر همین کنارش ستاره میذارم، نه که بگم خارج کتابتونه. این سوال امتحان ترم بوده واسه سال 9، ولی خب یه ذره سوال ممکنه سنگینی باشه. بنویسید بعد با هم حل کنیم و نکتهشو بهتون بگم. خب اگر نوشتید یک دور برای خودتون بخونید تا من توضیح بدم. خب بگم. ببین دو تا دایره هم مرکز تصور کن. من الان مثلا کشیدم، حالا خیلی هم شبیه دایره نیستن، حالا مثلا میگه یه پاره خط بکشین دو تا دایره رو قطع کنه. بیا این الان یه پاره خط که هر دو تا دایره رو قطع میکنه، میگه دو پاره خطی که بین دو دایره قرار دارن ثابت کن برابرن. بین دو تا دایره این تیکه است و این تیکه، میگه ثابت کن اینا برابرن. بذار اسم بذارم آ ب، این نقطه رو میذاریم سی، این نقطه رو میذاریم دی. حکم یا همون چیزی که باید ثابت کنیم اینه، میگه این پاره خط ثابت کن با این تیکه، این یه دایره، این یه دایره، بین دو تا دایره میشه اینجا، میگه ثابت کن این دو تا پاره خط برابرن. پس حکمم اینه که آبی باید مساویه سی دی شود. خب این از حالا یه قبول دیگه. آره یه ذره سوال سنگینه، یه سری نکاتی داره، ولی بوده تو امتحان اومده بوده قبلا سال قبل برای نهم، ولی خب سوال سنگینیه. حالا من برای همین سوال سخت انتخاب کردم، گفتم بذار یه دونه سخت با هم حل کنیم به جایی که چند تا آسون حل کنیم. خب پس میخوایم این تیکه اینجا دارم پرش میکنم ثابت کنیم با این تیکه برابر. آقا ما باید یه نکته بدونیم، خوب 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 گوش بدید، من مطمئنم این نکته رو نمیدونید. این نکته چیه؟ این نکته اینه آقا، اگر یه قطری از دایره بکشی، قطر چی بود؟ خطی که از مرکز دایره میگذره دیگه، وتری که از مرکز دایره میگذره. گوش میدی اون نکته رو؟ قطرت عمود باشه به این خطه، بیا بکنیم این کارو. این قطر من یه جوری قطر رو کشیدم که عمود به این پاره خط قرمزم. تا اینجا قبول؟ آره. قانون داریم میگه اگر قطری بکشی که به این وتره عمود باشه، علامت عمودم گذاشتم، میگه اون وتر رو نصف میکنه.
آقا نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. چشم، نگاه، این یک دایره، این وتر. حالا یه قطر بکش که به این وتر عمود باشه. این میشه دیگه. قانون داریم میگه این قطر این وتر رو نصف میکنه. یعنی این اگه اینجوری باشه آبه میشه مساوی بسه. یعنی این دو تا تیکه با هم برابر میشن. این وتره نصف شده. پس این تیکه با این تیکه برابره. این قانونمونه. خب پس بنابر این یه اسمی هم برای اینجا بذاریم، A B C D، اینو بذاریم E. آقا برو تو دایره بزرگ، یه وتری داریم آده ای. چون این قطر بهش عموده پس قطر من وتر آده رو نصف کرده. پس آ ای با ای دی برابره. قبول؟ نکته رو یاد گرفتی؟ پس می نویسم آی مساوی ای دی. از طرفی حالا بیا تو دایره کوچیک. مهتاب میگه از کجا ثابت کردیم که قطر ما رو وتر عموده؟ مهتاب ثابت نکردیم، خودمون قطری رو از قصد کشیدیم که عمود باشه. یعنی فرض خودمونه، نیازی به ثابت کردن نداره. میگیم آقا من یه قطر میکشم که به این عمود باشه، یعنی خودم عمود میکشم، یه گونیا برمیدارم عمود میکشم. حالا بیا تو دایره کوچیکه، یعنی این تیکه وترم چیه؟ بی سی. میبینی؟ قطر من مگه به وتر عمود نی؟ پس وتر رو بگو نصف میکنه. پس این تیکه با این تیکه باید برابر باشه. بی ای با ای سی باید برابر باشه. قبول؟ این دوتا رو به دست آورد. حالا عجله نکن، گوش بده. حالا دوباره ما تو کلاس نهم همینجا یاد گرفتیم که اگر دوتا تساوی داشتیم، این یه تساوی این یه تساوی، ریاضی به ما اجازه میده سمت چپ تساوی‌ها رو با هم جمع کنیم اینجا بنویسیم، سمت راست تساوی‌ها رو هم جمع کنیم اینجا بنویسیم، بینشون هم علامت مساوی ها بذاریم، یا سمت چپ ها رو کم کنیم منها کنیم، سمت راست ها رو منها کنیم بینشون مساوی بذاریم. ما الان قراره منها کنیم، علامت منها میذارم یادت بمونه. سمت چپ ها رو منها کن، آی منهای بی ای. شکل رو نگاه، آی منهای بی ای، این تیکه ازش برداشته شه چی میمونه؟ آبه. سمت راستارم منها کن، ای دی منهای ای سی، ای دی منهای ای سی چی میمونه؟ سی دی. مساوی هم میذارم بینشون. بچه ها حکممون نی؟ آب مساوی سده، آب مساوی سده. ثابت شد؟ پس اون نکته هر رو فقط یادتون باشه دیگه. حالا من دیگه اینجا مفصل نگفتم، اگه کلاس درس بود وای میستادیم یه روب من درس میدادم، ولی خب دیگه الان این نکته تایم نداریم دیگه یه روب درس بدیم. این از این. پس حواستون به این نکته باش. نوشتین؟ پس اگه یه دایره داشته باشیم، یه قطر وترش رو بکشیم، بعد یه جوری قطر بکشیم که به وتره عمود باشه، وتر رو نصف میکنه، پس آبی مساویه بی سی میشه. این داستان ما بود. گفتم به جای که سوالای تکراری فصل 3 رو حل کنیم، یه سوالی حل بکنیم که یک نکته جدیدی داشته باشه. خب بریم. آقا چون تایم نداریم سریع
سوال دو از فصل سه، چون میخوام یه سوالم حداقل از فصل چهار حل کنم. اگر جمله زیر درسته اثباتش کن، اگه غلطه براش مثال نقض بیار. جمله اینه: مجموع هر دو عدد گنگ همواره عددی گنگ است. برا من بزنید درسته یا غلط. شانسی نزنید، فکر کنید، بعد به من بگید این جمله درسته یا غلط. خب یک اولی نفر میگه درسته، غلط، خوب دقت کنید بچه، درست، همینجوری جو درست غلط بچه ها رو دارم میخونم، غلط، یکی در میون دارن درست غلط میگن، غلط، غلط یا نادرست. کسرا میگه ممکنه هم درست باشه هم غلط. نه خیر، غلط، غلط، درست، غلط. خب تقریبا حالا دیگه بقیه رو دیگه وقت نداریم بخونیم. 60% میگن غلط، 40% میگن درست. بچه غلطه. یادت باشه برای اینکه غلط باشه یه دونه مثال نقض هم بیاری دیگه غلطه دیگه. اوکی، دو تا عدد گنگ من میگم، رادیکال دو، منهای رادیکال دو، گنگ هستن یا نیستن؟ هم این گنگ هم این گنگ، قبول، دعوا که نداریم. حالا گفته مجموع اینها، یعنی جمع این با جمع این، جمع این دوتا چی میشه بچه ها؟ رادیکال دو به اضافه منهای رادیکال دو مثبت در منفی میشه منفی. رادیکال دو منهای رادیکال دو صفر، پس این میشه صفر و صفر که گنگ نیست، عددی گویاست. دو تا عدد گنگ رو جمع کردم، جوابش شد گویا. مجموع هر دو عدد گنگ همواره عددی گنگه؟ نه، ممکنه گنگ باشه، ممکنم گویا باشه. این گفته همواره، یعنی همیشه. نه، همیشه نیست، پس غلط. مثال نقضش هم همین. بریم بچه ها، یکی از سوتی هایی که بچه ها میدن، حالا تایممون هم تمومه، دیر میشه، ولی یه 5 دقیقه بیشتر بشینید که به جایی بر نمیخوره که. یه وقتایی این سوال هایی که من میدم بچه های مثالی میزنن، میگن آقا دو تا عدد گنگ، رادیکال دو به اضافه رادیکال سه، خب جمعش هم که میشه گنگ، پس میتونه درست باشه. که بچه ها سوال خوب بفهمید، میگه مجموع دو تا عدد گنگ همواره عددی گنگه، یعنی همیشه همیشه عدد گنگه، یعنی نباید حتی 1% هم گویاشه. آره تو این مثال هم میشه گنگ، ولی من یک مثال نقضی هم میارم که میشه گویا. پس این همواره که گفته این درست نیست، پس این میشه غلط. آقا تایممون چون تمومه دیگه سریع بیا یه سوال بزنیم. حاصل عبارت زیر را به صورت تواندار بنویسید. این سوال رو من این وسط هم بنویسم. 4 به توان منهای 5 ضرب در 3 به توان منهای 5 تقسیم بر 6 به توان منهای 5. نه مهتاب، مهتاب سوال بچه ها تا شما اینو حل میکنید، مهتاب اون مثال نقض تو خیلی اشتباهه ها،
از این سوتیا تو رو قرآن نده ها. بچه ها یه لحظه گوش بدید، مهتاب یه سوالی پرسیده از این سوال مهمتر، میگه رادیکال 20 واسه سوال قبلی به اضافه رادیکال 5 من میگیرم رادیکال 25، بعد رادیکال 25 هم که میشه 5 ایول گویاست. آقا رادیکال 20 به علاوه رادیکال 5 علامت سوال میذارم بالاش، مساوی رادیکال 25 هست یا نیست؟ اینو به من بگین. رادیکال 20 به اضافه رادیکال 5 جوابش میشه رادیکال 25 یا نه؟ بچه ها نه، مهتاب از این سوتی ها ندیا. اگر بین رادیکال 20 و رادیکال 5 ضرب بود یا تقسیم بود، آره کار تو درست بود، میگفتیم 20 ضرب داره 5 که میشد 100. اما اگر جمع یا تفریق باشه، دارم آروم میگم دقت کن، اگر جمع یا تفریق باشه نمیتونیم بگیم 20 به علاوه 5 25. اگه اینجا منها باشه نمیتونیم بگیم 20 منهای 5 15. مهتاب نه، اتو بعید بود چنین سوتی یا جمع و تفریق تو رادیکالا نمیتونیم این کارو انجام بدیم. اگه ضرب و تقسیم بود آره، اینجا نه. خب بریم این تیکه رو پاک کنم بریم سراغ حلمون. خب بریم. آقا توانها یکی هن، یه توان رو می نویسم، پایه ها بینشون ضربه، 400 تا این هم که 6 به توان منهای 5. آقا حال دارید بعد از این یه سوالی عمل کنیم؟ میدونم تایم تموم شده، 5 دقیقه هم دیر شده. اگه حال دارید یه سوالی حل کنیم، یا بگید یه 5 دقیقه دیگه بشینیم یه سوالی عمل کنیم. حالا دو تا عدد داریم دارن به هم تقسیم میشن، توانهاشون یکیه. این چی بود من گذاشتم؟ خطی کسری چرا دیگه گذاشتم؟ توانهاشون یکیه، پس یه توانو می‌نویسم. پایه هاشون چیه؟ 12 تقسیم بر 6، خط کسری یعنی همون تقسیم دیگه، 12 تقسیم بر 6 میشه چند؟ میشه 2. پس میشه 2 به توان منهای 5. خب بریم. آقا یک این سوال قول میدم سوال آخر باشه، من بچه بیشتر از این سوال آوردم، سوال 3 4 5 همینجوری آوردم، 6 هم بود ندیگه. حالا تا 2 شو بزنیم دیگه دیر شده. ربع عدد 32 به توان 2x منهای 1. ربع یعنی چی؟ ربع که میگیم یعنی تقسیم بر 4. پس من اینو میخوام، تقسیم بر 4 شو میخوام، درسته؟ وقتی میگه سلس یعنی تقسیم بر 3، وقتی میگه خمس یعنی تقسیم بر 5، وقتی میگه ربع یعنی تقسیم بر 4. نوشتیم. حالا آقا 32 رو ما تقسیم بر 4 کنیم؟ نه تو رو قرآن، از این کارا نکنید. چرا نکنید؟ آقا این توان 4 چنده؟ 1. این دوتا عددی که میخوایی به هم تقسیم کنی پایه هاشون مثل همه یا تواناشون؟ تواناشون که با هم فرق میکنه، پایه هاشون هم که با هم فرق میکنه. بذار من بیام تو تصویر. پس ما حق نداریم اینا رو به هم تقسیم یا ضرب کنیم. ما وقتی دوتا عدد رو تقسیم یا ضرب میکنیم که یا پایه‌شون یکی باشه یا توانشون یه چیشون مشترک باشه. اینا هیچ چیشون مشترک نی. آقا چه کنیم؟ تجزیه کن. یعنی چی؟ 32 رو تجزیه کن. 32 میشه 2 به توان چند؟ آره مهتاب اون شد 2 به توان منهای 5. 32 میشه 2 به توان 5. این 32مه.
توانشون بالاش بذار. چهار میشه چی؟ دو به توان دو. قبول؟ حالا آقا اینا دو تا عدد تواندار، دو تا توان دارن. وقتی دو تا توان پشت سر همه، چجوری اینا رو یکی کنیم؟ دو تا توان تو هم ضرب میشن. پس این دو رو می‌نویسن، این پنج هم تو این ضرب میشه هم تو این. پنج ضرب در دو ایکس میشه ده ایکس، پنج ضرب در منهای یک میشه منهای پنج. این هم که دو به توان دو. حالا بچه ها اونو اینو نگاه کنید، توانهاشون یکیان یا پایه‌هاشون؟ الان اگه نگاه کنی پایه جفتشون دوه، پایه ها یکی شدن، پس حالا میشه تقسیم کرد. چون پایه ها یکیان من پایه می نویسم، یه پایه رو می نویسیم. توانها رو چکار می کنیم؟ چون تقسیم توانها رو از هم کم می کنیم، ده ایکس منهای پنج منهای دو. این چی میشه بخوای سادش کنی؟ منهای پنج منهای دو میشه منهای هفت، یه ده ایکس هم که داریم، پس میشه دو به توان ده ایکس منهای هفت. که پارمیس هم زودتر جوابو گفته بود. آقا این از این دیگه، بیشتر از این بخوام سوال حل بکنم دیگه احتمال کتک خوردن دارم دیگه، دیگه ببندیمش. خب دوستان شب همگی بخیر. این کلاس عادیمون نبود دیگه، این به خاطر اینکه بعد سریع درس میدادیم، وگرنه اینو ممکنه تو کلاس نیم ساعت درش وقت بذاریم که یاد بگیریم همه، ولی الان دیگه فرض بر اینه که شما بلدید و فقط تون تون حل میکنیم دورش. همگی خسته نباشید، امیدوارم امتحانتون حالا فردا پس فردا هر موقعی که هست توش موفق باشید. هفته بعد و هفته بعدش کلاس نداریم، از یک شنبه یا سه هفته دیگه برمیگردیم و کتابمون رو از وسطش دنبال میکنیم. دوستانی هم که دوست داشتن میتونن به جمع ما از سه هفته دیگه اضافه بشن. شب همگی بخیر، خدا نگهدار. بهزاد آشنای سنه است.